نرگس، نجات یافتگان بازداشت شدن، سرنوشتشون چی میشه؟ اونهایی که نیروهای امنیتی ترکیه بازداشتشون میکنن، اخراجشون میکنن؟ اول باید گفت که این روند بازداشت و همینطور نجات مهاجران غیر قانونی از دریای مدیترانه و ایژه به یک روند عادی تبدیل شده که همه روزه نیروهای امنیتی ترکیه و گارد ساحلی این کشور به ویژه این عملیات ها را انجام میدن و مهاجرانی که با مشکلات فنی قایق‌هایشان مواجه میشن و یا هم از سوی گارد ساحلی یونان عقب رانده میشوند و سراغ آنها میروند و آنها را نجات میدن. اما در مرحله بعد مهاجرانی که یا بازداشت میشن از مسیرهایی که مسیرهای اصلی ورود به ترکیه هست و یا هم مسیرهایی که مهاجران تلاش میکنن خودشان را به کشورهای اروپایی برسانند و یا هم آنهایی که در آبهای مدیترانه نجات پیدا میکنن، نخست به مرکز استرداد همان استانهایی که بازداشت شدن انتقال پیدا میکنن و بعد هم پس از سه مراحل قانونی این افراد و این مهاجران به مراکز استرداد استانهای مختلف انتقال میابند تا پس از مدتی به کشورهای مبدعشان اخراج شوند. در میان مهاجرانی که بازداشت میشن مطمئنا شهروندان افغان از کشورهای عربی و همینطور گاهی هم گزارش‌های اخراج مهاجران ایران هم به گوش رسیده که وجود داره و این یکی از نگرانی هایی است که در ماه‌های گذشته افزایش یافته با توجه به اینکه میزان بازداشتی‌ها و مهاجرت‌های و اخراج مهاجران غیرقانونی و شدت افزایش یافته، تا جایی که دو روز پیش آقای رجب طیب اردوغان گفت در کمتر از 10 ماه گذشته بیشتر از 140,000 مهاجر غیرقانونی بازداشت و بخشیشان هم اخراج شدن. این یک رقم بسیار زیادی را در مقایسه با سال گذشته نشان میده و خود این واضح می‌کند که وضعیت مهاجران در ترکیه و همینطور در مسیرهای آبی و خشکه و شدت نگران کننده هست. اما برای مهاجرانی که در ترکیه زندگی میکنند، چی افغانها چی ایرانیها، به دلیل اینکه سیاستهای مهاجرتی این کشور تغییر کرده و در بسیاری موارد گزارشهایی از بازداشت مهاجرانی که حتی در شرایط بسیار ناگوار به سر میبرند و اخراجشان به افغانستان و یا هم ایران برابر است با مرگ آنها، هم گزارش شده که بازداشت شدند و حتی برخی هایشان اخراج شدند. به همین دلیل مهاجران تلاش میکنند از طریق دریا و یا هم راه‌های و مسیرهای خشکه خودشان را به کشورهای اروپایی برسند تا مبادا به کشورهای اصلیشان از جمله افغانستان و ایران اخراج نشوند. ممنون از توضیحاتت نرگس هورخش که از استانبول با ما بودید.